درود بر هموطنان گرامی در داخل کشور و خارج از کشور. مسعود کردار هستم در خدمتتون. یه موضوعی هموطنان من رو مدت هاست خیلی اذیت میکنه، آزارم میده و اون مسئله مهاجرت ایرانی ها از ایران به خارج از کشوره. تا اونجایی که میدونم که همتون میدونید، هجرت همیشه در طول تاریخ بوده، مهاجرت همیشه بوده، اما موضوع سخن من امروز خود مهاجرت نیست، بلکه به طور غیر طبیعی هجرت کردن مورد بحث منه. بعد از انقلاب عده‌ای به خاطر در خطر بودن جانشون از ایران مجبور شدن بیان بیرون و هر کدوم به یه شکلی هجرت کنن. عده‌ای پناهنده، عده‌ای تونستن به شکلهای دیگه، عده‌ای به کوه زدن، به بیابون زدن، هر کی هر جوری تونست. اونایی که در مخاطره بودن به این هجرت دست زدن. اما مدت مدیدی است که من میبینم که گروه گروه هر روز دارن از ایران خارج میشن و به این هجرتی که دیگه اجباری به اون شکل نیست، بهانه است که اگر عده‌ای میگن ما کوچه اجباری کردیم، این یه نوع بهانه است. چرا که خب میگن حکومت انقدر برای ما مشکل ساخته، فلان، راه ترقی نیست، راه فلان نیست، نمیدونم امنیت نیست، میکشن، میگیرن، میزنن. همه اینا درسته. اما هموطنان، مسئله اینجاست، عرض کردم اونایی که جونشون مستقیما در خطر بود خب بایست میامدن بیرون. یه دم به پولای آنچنانی رسیدن، کلاهبرداری کردن، چپاول کردن، نمیدونم دزدی کردن، آدم کشتن، آدم فروختن، از ترس اینکه گیر نیفتن. اینا هم با اون پولای چپاول کرده از ملت ایران اومدن بیرون و اسمشون گشتن هجرت، که اینا جزء فراریون کشور باید به حساب بیان، نه مهاجرت. اگرچه کشورهای غربی به هر حال به اینا هم مهاجرت رو میدن. و خب میرسیم به یک گروهی که نه شرط اولی رو دارن، نه شرط دومی، نه جونشون در خطر به اون شکل مستقیم بوده، نه جزء چپاولگرا و آدمکشا و اینا بودن که فرار کنن بعد اینجا بگن ما هجرت کردیم. چندی پیش من یه کلیپ دیدم که در ایران یه به اصطلاح خبرنگار میکروفون و دوربینی گرفته، میره سراغ جوانهای دختر و پسر، از اونا میپرسه که آیا شما حاضرید 1 میلیارد دلار به شما پول بدن یا ویزای آمریکا رو بدن، ویزای کانادا رو بدن، ببخشید یه میلیارد تومان به شما پول بدن یا ویزای کانادا رو به شما بدن، که بلا استثنا همه اون دختر و پسرها گفتن ویزای کانادا. من خیلی متأثر شدم. چرا؟ برای اینکه اونایی که تونستن که اومدن بیرون، اونایی که جونشون خطر بود، در خطر بود، حتی بدون پول ریسک جون کردن، به کوه و کمن و بیابون و فلان و دریا زدن و خیلی هاشون هم تو این راه بین رفتن و خلاصه رسوندن خودشون به کشور خارج برای بقا و ادامه زندگی، هیچ ایرادی نداره. فراری هم که جای خودشون رو دارن. اما این تبلیغات برای افراد اکثریت جامعه که نه جز گروه اولن، نه جز گروه دومن، جز افراد معمولی جامعه، این تبلیغات رو میبینن که اونجا پخش میکنن، چه از طریق تلویزیون، روزنامه، یوتیوب، نمیدونم از این حرفا، چیزای به اصطلاح با تکنولوژی جدید در طریق همین تلفونا و اینا. این مردم عادی که ضمن این که دارن ستم رو در داخل کشور حس میکنن، ناامنی رو حس میکنن، بیپولی، گرسنگی، بیکاری،
فقر، فحشا، اعتیاد، همه رو میبینن، اما جز اون گروهی نیستن که به راحتی بتونن پولی رو هزینه کنن و به هر شکلی بیان بیرون، حتی بخوان پناهنده بشن، باز یه هزینه‌ای داره، باید از خیلی چیزا بگذرن. اینا اون توانو ندارن، این اکثریت قاطب جامعه که در فقر و به اصطلاح قشر ضعیف جامعه هستن. وقتی این تبلیغ‌های پشت سر همو میبینن، اون بابا اون شکلی میاد از مردم میپرسه، از این ور این تلویزیون‌ها یا آقایی که تو اداره مهاجرت یا دفتر وکالت کار میکنه، برای اینکه یه پول یا مفتی گیرش بیاد، برایش هم مهم نیست چه بلایی سر مملکت و وطن و هموطنش میاره، تبلیغ میکنه بله آقا بیای تو کانادا اینطوری اونطوری فلان، و در نهایت این کشورهای خارجی رو بهشت موعود ملت ستم دیده ما نشون میدن. هرگز هم نمیگن اگر اونا که با پولای آنچنانی شما ملت اومدن و این حرفا اینجا برای خودشون زندگی اشرافی کردن، اینا با شما فردا پاتون برسه اینجا فرق میکنه. شما نهایت میتونید یه پولی رو تهیه کنید خودتون رو تا اینجا برسونید، چون که در ازای هر نمیدونم هر 40,000 تومن یک دلار شما میتونید بگیرید، پیدا کنید که چندین میلیارد باید پولو به دست بیارید تبدیل به دلار بکنید تا نمیدونم 5,000 تا 10,000 دلار، چقدر که الان نمیتونم حساب کتاب بکنم، خودتون بکنید تهیه بکنید، با اون بزنید بیایید بیرون، احیانا بیایید اینجا پناهنده بشید، یا اگر پولتون خیلی زیادتر بتونید جور کنید، یه راهی دیگه داره از طریق وکیل و اینا مهاجرت بگیرید، و بعدم میایید اینجا دوتا تو سر خودتون میزنید، دوتا تو سر زن بچه‌تون میزنید، هزار مسائل که الان جاش نیست من برای شما بگم چه معضلاتی داره وقتی شما گروه میایید اینجا. ولی چیز مهم اینه این قشر اکثریت جامعه ضعیف که نظر اقتصادی بسیار بسیار دستشون تویه، وقتی این جوان اینطوری هوایی میشه همش میشنوه آقا کانادا کانادا، آمریکا، اروپا، انگلیس، نمیدونم فرانسه، به هر قیمتی هست ما باید خودمونو برسونیم اونجا، به هر دلیلی هست ما باید خودمونو برسونیم اونجا، ولی پول ندارن. این جوان‌ها چیکار میکنن هموطنان؟ بلا فاصله برای رسیدن به اهدافشون مجبورن مثل توده‌ای‌ها و این اسلامیکای کلاوردار در راه هدف وسیله رو مباه کنن. یعنی چی؟ برای اینکه به مقصودشون برسن دست به هر کاری بزنن. اگر تونسته کلاه بانگو برداره، اگه میتونه از دیوار همسایه بره بالا دزدی کنه، اگه میتونه آدم فروشی کنه پول بگیره، اگه میتونه دنبال فحشا بره، و نهایت اگر میتونه مواد مخدر بفروشه و الی آخر، دست به همه اینا میزنه که به اون پول مینیمم خارج شدنش از ایران دست پیدا کنه که خودشو برسونه اینجا. آخه چرا؟ برای اینکه فشار بهشون اومده، درسته؟ من منکر این نیستم که به شما فشار اومده، 100% همه ما اینه میفهمیم، اما هموطنان در این خارج از کشور یه چیزی هست که دائما دارن تبلیغشو میکنن، هم تو تلویزیون ها، هم تو سریال ها، هم تو فیلم ها، همه جا تا یه چیزی میشه یه کسی یه ذره ناراحتی براش به وجود میاد، میخواد اگه سر کار مثلا ناراحتی میخواد اون کارو ول کنه، اگر داره درس میخونه یه خود فشار میاد میخواد اون کارو ول کنه، همه بهش میگن don't give up. یعنی چی؟ میگه ناامید نشو. give up کردن یا ناامید شدن برای این فرهنگ غرب یه چیز بسیار بسیار بدیه. دائما تشویق میکنن کسانی که give up نمیکنن، یعنی ناامید نمیشن، اینا آدم های با ارزشی هن. روی سخنم با شما جوون هاست، دختر و پسرهای ایران، که میدونم سخت هم دارین مبارزه میکنین، سختی هم دارین میکشین تا بی نهایت، اما مثل اینا بکنید تو فرهنگ خودتون. ناامید شدن کار ضعیف هاست. شما جوونان دختر و پسر ایرانی آدم های با جوهر و قوی هستید، چرا ناامید بشید؟ یا به قول اینا چرا گیواب بکنید؟ فرهنگ امیدواری رو به خودتون تزریق کنید، علی رغم این که همه این کشورها که
همه چیز ما رو بردن، نفت ما رو بردن، گاز ما رو بردن، طلا ما رو بردن، اورانیوم ما رو بردن، آب ما رو بردن، خاک ما رو بردن، فرهنگ ما رو دارن میبرن. هنوز سیر نشدن و قانع نشدن، مونده که شما جوونا رو بکشن بیرون، شمایی که سرمایه های اصلی کشور ما هستید، که از همه اینایی که اسم بردم، از نفت و طلا و جواهر و کوفت و زرمار، شما ارزشتون ببخشید بالاتره. ناامید نشید، به قول اینا گواب نکنید. گواب کردن و ناامید شدن کار ضعیف هاست، کار کسانی که خیلی ضعیفن، چه از نظر روحی چه از نظر جسمی، و ضعف نسبت به خیلی چیزا دارن. اون کسی که قویه، اون کسی که آگاهه، به این سادگی با یه فشار دولت و دوتا تیر زدن و چهار تا زندانی و این حرفا که نباید ناامید بشه. من شما رو رجوع میدم یه خورده به تاریخ خودتون، میبرمتون عقب. زمان بابک خرمدین از گروه خرمدینان، این بابک خرمدین که سردار سلحشور تاریخ ملت ماست، که مطمئنم همتون میشناسین و همتون خوندین داستان اونو، 23 بار با حکومت خلیفه عرب که ایران رو در دست گرفته بودن به زور جنگید و هر بارم اونا رو شکست داد، که اگر آخر تحت توطئه یک دوست که هزار دشمن بهتر از این دوسته دست نزده بودن بهش، شاید موفق نمی شدن و بابک موفق می شد که این بیگانگان رو از کشور خودمون برانه و ایرانی بیفته دست خودش. اما پوینت بابک و بابک های زمانه تاریخ ما این بود که ناامید نشدن. اونا میتونستن ول کنن، بعد دو تا جنگ بگن آقا ولش کن بیریم ایتالیا راحت زندگی میکنیم، بلند میشیم میریم هند راحت زندگی میکنیم، چرا انقدر جون خودمون رو تو این سرما و گرما، تو این کوههای سبلان و فلان این همه سختی بکشیم؟ اونها ناامید نشدن، پاش وایسادن. شما نگاه به یه سری آدمای دریوزه ترسوه هیچی ندار نکنید، به راحتی مملکت رو میفروشن و میذارن زمین و همه چی، خودشون میان بیرون که اینجا راحت به حساب خودشون زندگی کنن. اینها هیچ موقع اینجا وطن نخواهند داشت. شما با هر موجودیت و شخصیت و مشخصاتی که داشته باشید، هرگز سیتیزن درجه اول در کشور خارج نخواهید شد. وقتش نیست که بگم چه معضلاتی اینجا داره. بیدار شید و جلوی این مهاجرت ها رو بگیرید. همه چی رو بردن، مونده جوان ها رو ببرن. که چی؟ شما جوان های سلحشور آگاه ایرانی اصیل رو بکشن بیرون، جای شما یک مشت افغان، عرب های کشورهای عربی، لبنان، سوریه، عراق، فلان، اینایی که در طول تاریخ همیشه تو سر ما زدن و باعث کشتار ملت ما شدن، اینا رو بیارن تو خاک ما ایران و شما رو آواره جهان کنن؟ کمی فکر کنید جوانا. نذارید دولت شما با همکاری کشورهای غربی به این مهاجرت‌های غیر قابل باور خائن کارانه ادامه بدن. بیدار شید، گیواب نکنید، ناامید نشید، شما میتونید. عوض این کارا دست به دست همدیگه بدید، بگید یا ایران، روپاتون وایسید، دستا رو زنجیر کنید، حلقه کنید، یک بار برای همیشه بیستید. من بارها گفتم شما نترسید از این تیر و تفنگای اینا، با همه این امکاناتی که اینا دارن، اینها از شما میترسن و باید بترسن، چون که اینا اینقدر پولا رو از شما چاپیدن فرستادن خارج برای آشغالزاده ها و غیره، میخوان خودشون هم بیان بیرون که از اون پولا استفاده کنن و به قول خودشون کیف کنن، لذت ببرن. این حاضر نیست این گروهی که حکومت رو در دست داره به سادگی جونش رو به ریسک بذاره، حتی اون سرداران سپاه، چون اونا هم چاپیدن.
پس بیدار شید. اینها از شما میترسن، نه شما از اینها. خب به هر حال در جنگ بعضی موقع آدم یه خسارتای جانی هم میده. ممکن الان این حرفو میشنوید اول بگید خب خدا آقا شما خودت اونجا چیکار میکنید؟ آقا من روزی اومدم بیرون که اگه نیومدم 24 ساعت بعد کشته میشدم. باید میومدم زن بچه‌مو میآوردم بیرون به اجبار بمونم. صبح تا شبم بلا 30 سال 40 سال خارج از کشور دارم، هنوز کار میکنم به امید اینکه بتونم حداقل زبان سخن شما که به خارج نمیتونید حرفاتون رو انتقال بدید من باشم. باور کنید هموطنان، البته خب یه سری هم اومدن اینجا برای کیف و تفریح و فلان، اونا هم از ما جدان هم از شما جدان. در خاتمه سرتون رو بیشتر از این درد نمیارم. گول این تبلیغات مهاجرت و هجرت‌های اجباری به هر قیمت و این کارا رو نکنید. بیستید پای عقیدتون، عقیدتون درسته، شما اشتباه نمی کنید. ناامید نشید که به هر حال یه ضرب المثلی هست که میگن در ناامیدی بسی امید است. مال ما همچین هم ناامیدی نیست، امیدمون هم زیاده، شما هم باید امیدتون زیاد بشه. با امید آگاهی هرچی بیشتر شما ملت جوان و اعتقاد راسخ به آزادی و پیروزی. زنده باد ایران، زنده باد ملت ایران، شما نسل جدید آگاه، پاینده و پیروز باشید. مسعود کردار.